به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. دختر خوب و نازنینم سلام، وقت شما بخیر باشه. با درس اول فارسی دو مشترک پایه 11 رشته ریاضی انسانی و علوم تجربی در خدمت شما عزیزان هستم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. میخوام داستان خیلی خوشگل براتون تعریف کنم. روزی از روزها درویشی از جای رد میشد، دید یک روباهی اونجا هست که نه دستی داره نه پایی. خیلی تعجب کرد که این روباه بدون دست و پا چجوری روزی میخوره، چجوری غذا میخوره، خورد و خوراکشو از کجا تامین میکنه. به روباه دقت کرد و نگاه کرد، یکم فکر کرد، تا اینکه یهو دید یه شیری اومد بیرون، یه شغالی رو شکار کرد. شیره که شغال رو خورد، پس مونده های غذای شغال رو، غذای خودش رو که گذاشت کنار و روبا از اون پس مونده غذا خورد و سیر شد. درویش خیلی تعجب کرد. روز بعد باز هم همین اتفاق افتاد. درویش با خودش گفت که پس خدا روزی رسونه، منم از این به بعد کار و تلاش نمی کنم و روزی خودم رو به دست میارم، چون موشه ها و حتی فیل ها روزیشون بر اساس تلاش و زحمتشون نیست، خدا خودش روزیشون رو میرسونه، پس من چرا کار و تلاش کنم؟ به خاطر همین دیگه کار و تلاش از دست از کار و تلاش برداشت و یه گوشه ای نشست. چند روزی گذشت، نه دوستی نه دشمنی، هیچ کس کنارش نیومد، لاغر و نحیف شده بود. تا اینکه از عالم غیب یک صدایی اومد، گفت ای انسان مکار و تنبل، تو برو کار کن، سعی کن خودت همانند شیر باشی، مثل شیر به دیگران کمک کنی، مثل شیر بقیه از کنار روزی تو روزی بخورند، به دیگران نیکی و محبت کنی. چرا تو منتظری تا تنبلی بکنی تا خدا روزی تو رو برسونه؟ خداوند فقط به کسانی که کار و تلاش میکنند روزی میرسونه و راه نمایی میده. کل داستان درس اول شما همین رو میخواد بیاد به شما بگه. من اول از روی شعر برای شما میخونم و بعدش نکات رو خدمت شما ارائه میدم. دخترای خوبم، معنی ابیات رو هم درس ستایش هم درس اول نیکی رو به صورت PDF توی گروه شاد براتون بارگذاری میکنم. درس رو با دقت گوش بدید، هم درس اول هم درس قبلی ستایش رو. هر جا سوالی داشتید میتونید توی گروه شاد مطرح کنید، من به سوالای شما پاسخ میدم. از روی شعر براتون میخونم، انتظار دارم همه شما دخترای خوبم از روی شعر درست و صحیح واژگان رو تلفظ کنید. یکی روباهی دی بی دست و پای، فرو مان در لطف و صنع خدای، که چون زندگانی به سر میبرد، بدین دست و پای از کجا میخورد. در این بود درویش شوریده رنگ، که شیری در آمد شغالی بچنگ. شغال نگون بخت را شیر خورد، بماند آنچه روباه از آن سیر خورد. دیگر روز باز اتفاق افتاد، که روزی رسان قوت روزش بداد. یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. که از این پس به کنجی نشینم چو مور، که روزی نخوردند پیلان به زور. ز نختان فرو برد چندی به جیب، بخشنده روزی فرستد ز غیب. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش، ز محراب ز دیوار محرابش آمد به گوش. چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش، ز دیوار محرابش آمد به گوش. برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چو روباه شل. چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر، چه باشی چو روبه به وامانده سیر. بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. خدا را بران بنده بخشایش است، که خلق
از وجودش در آسایش است. کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست، کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست، که دون همتانند بی مغز و پوست. کسی نیک بیند به هر دو سرای، کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای. این شعر زیبا تقدیم شما عزیزان که بسیار شعر آموزنده ای بود از بوستان سعدی. اما نکات رو بیت به بیت با هم دیگه یاد میگیریم و تکرار میکنیم. من معنی ابیات رو همین جا هم بهتون میگم، اما فایلش هم در اختیارتون قرار میدارم. خیلی بهتره که شما یا توی دفترتون یادداشت کنید، این که تکرار میکنید مینویسید برای یادگیری شما مؤثره. از شما میخوام که مفهوم ابیات رو درک کنید دخترای من. بیت اول: یکی روبه دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدا. یکی ضمیر مبهمه، روبه مخفف روباه. یکی روبه دید بی دست و پای، بی دست و پای کنایه از ناتوان و بی عرضه. روبهی دید بی دست و پا، یعنی روباهی بی دست و پا دید، یعنی نه دست داشت نه پا. بدون دست و پا، نقص در خلقت. فرومان یعنی شگفت زده شد، تعجب کرد، متحیر شد. سون یعنی احسان آفرینش. بین دست و پا و لطف و سون و اینها میتونیم بگیم که مراعات هم وجود داره. شخصی روباهی بی دست و پا دید، روباهی که ناتوان هست رو دید، و از دیدن این روباه به آفرینش و لطف پروردگار پی برد و شگفت زده شد. سن که به معنای آفرینش هست. در بیت بعد میگه که چون زندگانی به سر میبرد، بدین دست و پای از کجا میخورد. چون یعنی چگونه، قید پرسشه. وقتی دست و پا نداره چجوری زندگیش رو به سر میبره؟ از کجا میاره میخوره؟ به سر میبرد فعل مرکب و مضارع اخباری هست. بیت اول و بیت دوم دخترای من موقوف المعانی هستند، یعنی بیت دوم تکمیل کننده ی بیت اوله، پشت هم باید خونده بشه. دست و پا و سر که مراعات نظیر دارند، به سر میبرد کنایه از به انتها میرساند، زندگیشو به سر میبره، چجوری روزگار میگذرونه. از کجا میخورد، یعنی از کجا خورد و خوراکشو به دست میاره. بدین دست و پا، یعنی با این دست و پای ناقص خودش، یعنی چگونه با این همه ناتوانی و بی دست و پایی روزگار خودش رو میگذرونه، از کجا میاره میخوره. در این بود درویششون، یعنی درویش تو همه فکرها بود. در این بود درویش شوریده رنگ، که شیری در آمد شغالی به چنگ. در این بود درویش شوریده رنگ، که شیری در آمد شغالی به چنگ. همین که درویش داشت تو همین فکرها بود، یهو یه شیری میاد بیرون و شغالی رو شکار میکنه. درویش به معنای بی‌نوا، بی چیز، تهی‌دست. این که ضمیر اشاره است. شوریده رنگ به معنای پریشان حال، دگرگون، یک صفت مرکبه. شوریده رنگ از دو تا واژه جدا تشکیل شده. شغالی به چنگ حالت شیر رو داره نشون میده، پس غیره. بین شیر و شغال مراعات وجود داره،
بین شیر و شغال مراعات وجود داره. در این مود درویش شورید رنگ، شورید رنگ کنایه از آشفته، بین چنگ و رنگ جناس ناقص وجود داره بچه ها. میگه درویش که تو همین فکرها بود شیری اومد و شغال رو شکار کرد. شغال نگونبخت را شیر خورد، بماند آنچه روبه از آن سیر خورد. این شغال بچه ها. شغال نگونبخت را شیر خورد. نگونبخت یعنی بدبخت بیچاره. شغال بیچاره رو میگه شیر خورد. بماند آنچه یعنی آن مقداری که از داشه شغال باقی بود، شیر شغال رو خورد، سیر شد. مقدار روی استخوناش این گوشتای باقی مونده بود، اون رو داد روباه بخوره. پس بماند آنچه اون مقدار کمی از داشه شغال که باقی مونده بود. بین شغال و شیر و روباه که مرات نظیر وجود داره رو میبینیم. شیر و سیر جناس وجود داره. خب میگه که شیر شغال بخت برگشته رو خورد و از باقی مونده اون برای روباه موند و روباه سیر شد. دیگر روز باز اتفاق افتاد که روزی رسان قوت روزش بداد. یعنی دیگر روز یعنی روز دیگر، یک ترکیب وصفی مغلوبه، یعنی جاش عوض شده. دیگر روز، روز دیگر، مغلوب یعنی غلب، جا به جایی، درسته؟ روزی رسان، مثل درست ستایش اگه با دقت گوش داده باشید، در اصل روزی رساننده بوده. منظورش هم خداونده که صفت فاعلی مرکب مرقبه. روزی رساننده چرا مرکبه؟ روزی رسان که یک نوع صفته، درسته؟ چون کننده کاره میگیم فاعله، پس میشه صفت فاعلی. چرا مرکبه؟ چون از دو جز تشکیل شده، روزی رسان. خب چرا مرخمه؟ مرخم به معنایی که تهش کوتاه شده، زدیم تو سرش، خب مرخم شده. در اصل روزی رساننده بوده، نده از آخرش حذف شده و شده روزی رسان. در نتیجه صفت فاعلی مرکب مرخمه. قوت که به معنای غذا و خوراک هست. اتفاق افتاد یعنی روی داد، پیش آمد. میگه روز دیگر، روز یعنی روز دیگه، باز هم اتفاق تازه ای افتاد و خداوند که روزی رسانه، خورد و خوراک روباه رو، روزی روباه رو بهش رسوند. یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. دختره خوبم دقت کنید، یقین به معنای باور، بیشک، بیگمان، ایمان و اعتقاد قلبی به خداوند رو میگن یقین، که درش شکی راه نداشته باشه. این را که اینجا هست، مرد را، میتونیم بگیم هم نقش قیدی، هم آقای غلام حسین یوسفی میاد میگه که در نقش نهاد به کار رفته. در این صورت میگه که یقین مرد را دیده بیننده کرد. اگه یقین ما غید باشه، و هم در جایگاه نهاد باشه، ما مرد را، را رو به عنوان نقش مفعولی استفاده می کنیم. و در صورت اینکه را غیب باشه،
میشه فک اضافه، یعنی دیده مرد. دیده که به معنای چشم هست. پس دخترها من یک بار دیگه براتون توضیح میدم. یقین که به معنای باور، بیشک، بیگمان، ایمان و اعتقاد قلبی به خداوند که درش هیچ شک راه نداشته باشه. یقین هم میتونه به صورت غیب باشه، خب، و هم در جایگاه نهاد قرار بگیره. وقتی یقین هم به صورت غیب باشه، هم دو تا نظر دارن روی این بیت، نظرها متفاوته. آقای دکتر غلام حسین یوسفی میگه که به نظر میرسه اگه یقین در نقش نهادی به کار بره درست تره. پس آقای غلام حسین یوسفی معتقده که یقین نهاد جمله است. در این صورت مرد را میشه نقش مفعولی، و در صورتی که را غید باشه میشه فک اضافه، یعنی دیده مرد. دیده به معنای چشم، بیننده، بیننده نده داره آخرش، پس میشه فاعل، درسته؟ میشه بینا، صفت فاعلی. شد به معنای رفت، تکیه به معنای اطمینان و اعتماد. دخترای من، دیده در این مصرع دو تا معنی داره، یکی به معنای چشم، یکی به معنای رویت شده. در نتیجه دیده ایهام تناسب داره. یقین مرد را دیده بیننده کرد، یعنی یک معنی به معنای رویت شده، یک معنی به معنای چشم که ایهام تناسب داره، چون بعد از دیده بلافاصله بیننده اومده. مرا دیده، گفتم دیده مرد میتونیم نقش مفعولی بهش بدیم. بیننده به معنای بینا، صفت فاعلی، در نقش مسند. شد به معنای رفت، تکیه که اعتماد بود، تکیه بر آفریننده کرد، کنایه از این که به خداوند اعتماد و توکل کرد. بیننده کردن شد و تکیه بر بیننده کرد، کنایه از آگاه و روشنبین. مرد مجاز از مرد درویش. بین دیده و بیننده مراعات نظیر وجود داره. میگه که ایمان قلبی و قدرتی که به خداوند انسان داره چشم دل مرد رو بینا کرد، پس رفت، یعنی اشتباه گمان کرد دیگه، رفت و دست از کار و تلاش برداشت و تنها به امید پروردگار تکیه کرد و از خدا یاری خواست. یعنی هیچ کار و تلاشی نکرد، فقط به خدا یاری، از خدا کمک خواست. پس در این بیت که بیت مهمی هم هست، یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. دیده به دو معنا به کار رفته، یکی چشم، یکی به معنای رویت شده. در نتیجه ایهام تناسب داره. چرا تناسب؟ چون بلافاصله بعدش بیننده اومده. یقین به معنای باور بود، هم یقین میتونه غیب باشه. بچه ها یه نکته مهمش اینه، هم یقین میتونه نقش غیب داشته باشه، هم میتونه جایگاه نهاد باشه. آقای غلام حسین یوسفی میگه اگه جایگاه نهاد باشه درست تره، اینجوری مرد را رو میگیم مفعول. اما اگه نقش غیب باشه میتونیم بگیم که دیده مرد، او را رای
که اضافه میشه. باز اگه سوالی داشتید از این مصرع میتونید بپرسید و مثال شما پاسخ میدم. کزین پس به کنجی نشینم چون مور، کزین پس به کنجی نشینم چون مور، که روزی نخوردن پیلان به زور. هم مورچه رو براتون اینجا آوردم، هم پیلان یعنی فیل ها. کزین پس یعنی از این به بعد، از این پس مخففه، که از این پس. کنج به معنای گوشه است که دیگه معلومه. نشستم میگه که از این پس به کنجی نشینم. نشینم یعنی می نشینم، منظورش می نشینم، در نتیجه میشه مضارع اخباری. مور به معنای مورچه، نملم براتون آوردم چون که شما معانی متفاوت رو یاد بگیرید براتون قطعا خیلی کمک خواهد کرد. پیل به معنای فیل. به کنجی نشستم این که من بیام یه گوشه بشینم کنایه از این که بیکار بمونم. مور و زور جناس ناقص وجود داره. بین پیل و مور، مور یعنی مورچه، پیل یعنی فیل، تضاد هم وجود داره. یه فیلو مورچه خیلی با هم متفاوتن، میگیم پس تضاد هم وجود داره. بچه ها فیل نماد بزرگی و قدرته، اما مورچه نماد ضعف و ناتوانیه. در این بیت شاعر میگه کزین پس به کنجی نشینم چون مور، که روزی نخوردن پیلان به زور. میگه که با خودش خب از این به بعد مانند یه مورچه میرم یه گوشه میشینم، به دنبال روزی نمیرم، زیرا خداوند روزی رسانه و هیچ کس، نه فیل نه مورچه، هیچ کدومشون با زور و بازو کارو تلاش نمی کنن، خدا روزیشونو میرسونه. درویش اشتباه فکر میکرد. این بیت حتی تلمید داره به آیه 6 سوره هود، اینجا که میگه هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزیش رو بر عهده خدا باشه. زنختان فرو برد چندی به جیب، که بخشنده روزی فرست از غیب. زنختان به معنای چانه که یک واژه قدیمی امروزه هست شده. چندی یعنی مدتی. زنختان فرو برد چندی به جیب. جیب یعنی یقه و گریبان، یعنی اینجوری شد. زنختان فرو برد چندی به جیب، که بخشنده روزی فرست از غیب. غیب که عالم غیب به معنای غیب که به معنی پنهان و نهانه، اما منظورش عالم غیبه. بین جن و غیب جناس وجود داره. عالم غیب مجاز از ضمیر ناخودآگاه. زنختان فرو برد چندی به جیب، کنایت این که به فکر فرو رفت، این شکلی شد، فکر کرد. دوری از کسب و کار هم اینجا معنی میده، یعنی موند یه گوشه ای و اصلا کاری نکرد. زنختان فرو برد چندی به جیب، که بخشنده روزی فرست از غیب. زنختان فرو برد چندی به جیب، که بخشنده روزی فرست از غیب. اینجا هم تلمیح هم وجود داره به آیه 58 سوره زاریات، که میگه خداست که روزی بخش نیرومند و استوار است. همین که بدونید تلمیح داره، حالا به چه آیه زیاد ملاک نیست، همین که بدونید تلمیح داره کفایت میکنه. میگه درویش از کار و تلاش دست برداشت، یه گوشه نشست و به فکر فرو رفت به امید اینکه خداوند رزق و روزیش رو از عالم غیب براش میفرسته. چند روزی گذشت بچه ها،
نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، تو چنگش رگ و استخوان مانده بود. یعنی نه دوستی نه دشمنی، هیچ کس به سراغش نیومد، اینقدر که لاغر و نحیف شده بود. اینم بیت مهمیه. تیمار به معنای اندوه، غم، غمخواری. تیمار خوردن یعنی غمخواری کردن. دخترای خوبم، چنگ یک نوع سازه که سرش یه مقدار خمیده است. خب چنگ در اینجا ایهام داره، یکی به معنای همون نوعی سازه که سرش یکم خمیده است، یکی هم چون رگ و استخوان توی بیت آورده، رگ و استخوان و پوست آورده، میتونیم بگیم که چنگم هست، یعنی پنجه، چنگ های یک انسان پنجه اینجوری. خب پس میتونیم بگیم ایهام داره، چون دوتا معنی داره، یکی به معنای همون نوعی ساز هست، یکی به معنای پنجه که با رگ و استخوان و پوست تناسب داره. میتونیم بگیم ایهام تناسب. تیمارش، رگش، استخوانش، پوستش. پس اش در هر دو مصرع مضاف الیه. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست یعنی مانند رگ، مانند چنگ. چون چنگ سازه، چنگ سازا همه میدونید که یه سری تارهایی دارن، درسته؟ اومد لاغری شو میگه اینقدر لاغره که مثل چنگ که تاراش مشخصه، این همه رگاش مشخصه، رگای دستاش همه مشخصه. میگه مانند چنگ رگ و استخوان پوستش مشخصه. میگه نه بیگانه تیمار، نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست. یعنی اینکه نه آشنا، نه غریبه، نه دوست، هیچ کس غمشو نخورد. اینجا که میگه نه بیگانه تیمار خوردش، نه دوست تیمار خوردش، یعنی نه بیگانه تیمار خوردش، نه دوست تیمار خوردش، تیمار خوردش دومی به قرینه لفظی حذف شده، چون ما قبلش داشتیم. دوست و بیگانه که در این بیت تضاد وجود داره. دوست و بیگانه، میگه نه بیگانه تیمار خوردت نه دوست، یعنی هیچ کس غمشو نخورد، مجاز از همه مردم. پس تیمار کسی رو خوردن هم کنایه از غم کسی خوردنه. در بیت بعد، بیت دهم، شاعر میگه چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش، ز دیوار محرابش آمد به گوش. چو که به معنای وقتی که گوش و هوش جناس ناقص هستن، اوای جناس ها رو که بلد هستید من به صورت وایس هم توی گروه براتون تکرار میکنم که یادآوری گذشته بشه. ز دیوار محرابش آمد به گوش، یعنی از دیوار محراب، از دیوار محرابش، از دیوار محراب، ز دیوار محرابش آمد به گوش، یعنی از دیوار محراب به گوشش این صدا اومد. ز دیوار محرابش آمد به گوش، برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را تو روباه شل. یعنی از دیوار محراب این صدا اومد. محراب جاییه که پیش نماز وای میسته، دقیقا همین شکلی که براتون گذاشتم. طاق مسجد به سمت قبله رو میگن محراب، پیش نماز جلوتر وای میسته، به یک شکل طاق که پیش نماز جلوتر وای میسته به سمت قبله هست که بهش میگن محراب. اینجا که میگه ز دیوار محرابش آمد به گوش، یعنی از عالم غیب یا از عالم درون یه صدایی براش اومد،
یعنی صدایی به گوشش رسید. اینجا شیر جهش ضمیر داره. ز دیوار محرابش آمد به گوش، میگه ز دیوار محراب به گوشش آمد. ز دیوار محراب به گوشش آمد. شاعر در این بیت میگه ز دیوار محرابش آمد به گوش، یعنی از دیوار محراب به گوشش این صدایی اومد، این ندا اومد از عالم غیب که چون درویش هیچی نخورده بود از ضعف و ناتوانی کاملا بیحال و بیقرار شده بود، یک ندایی بهش اومد از سوی پروردگار، یک حالتی بود که یک ندای غیبی. وقتی کسی که میخواد سالک بشه یه مدت هم میگن خورده خوراکشو میذاره کنار رو یا مدیریت میکنه، بعد این به عالم غیب ارتباط برقرار میکنه. اینجا اینجوری شده بود، از عالم غیب یک صدایی براش اومد. حالا اون صدا چی بود؟ چی بهش گفت؟ در بیت بعد مشخص میشه. بهش گفت برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چو روباه شل. یعنی اینکه ای دغل، ای مکار، ای تنبل، برو مانند شیر درنده باش، خودت رو مانند روباه شل یه جا نینداز. شل به معنای دست و پای از کار افتاده. این بیت با بیت قبل موقوف المعانیه، چون اگه دقتم کردید من هی پشت سر هم دوبار خوندم، چون که وقتی بیت بالا رو میخونیم که چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش، ز دیوار محرابش آمد به گوش، ادامه داره چی گفت؟ دیوار محراب ادامه اینه برو شیر درنده باشه دقل مینداز خود را چو روباه شل. چون بیت بعد دوم تکمیل کننده بیت بالایی خودشه، میگیم این دوتا بیت با هم دیگه موقوف المعانی هستند. بین شیر و روباه مراعات وجود داره. اینجا که میگه برو شیر درنده باشه دقل، یعنی برو مانند شیر، ای درویش مانند شیر درنده باش، یا اونجا میگه ای درویش مانند روباه شل نباش. پس اینجا تشبیه هم به کار برده خیلی ریز. شیر که نماد قدرت دختران، نماد قدرت و خودکفایی وابسته به خود و کوشا، روباه و نماد تنبلی و ناتوانی و هیلگریه. همیشه روباه رو به هیلگری میشناسن. میگه که از عالم غیب این سخن به میان اومد که ای انسان تنبل بلند شو و مانند شیر قوی و شجاع باش، تلاش کن و مثل روباه بی دست و پا نباشی، گوشه خودت رو نینداز و تنبلی نکن. خب بیت بعد میگه چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر، چه باشی چو روبه به وامانده سیر. میگه اونقدر کار و تلاش کن که تو مانند شیر رفتار کنی. چرا مثل روباه میخوای از وامونده باقی مونده غذای شیر سیر بشی؟ خب چنان سعی کن که از تو ماند، یعنی بماند، مضارع التزامیه، وامانده یعنی باقی مونده پس مونده غذا. شیر و روباه هم میتونن با هم دیگه تضاد داشته باشن، هم مراعات نظیر همزمان. شیر و سیر هم که جناس داره، اگه دقت کنید توی این بیت واژه آرایی چه رو هم میبینید. باز هم اینجا چو شیر آورده، چو روبه آورده، باز هم تشبیه کرده. اونجا که میگه
چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر، یعنی اینکه جوری رفتار کن که دیگران از تو کسب بهره کنند، دیگران از تو بخورند، نه اینکه تو از دیگران بخوری. بگه آنچنان سعی و تلاش کن که تو برای دیگران، اونایی که ضعیفن، چیزی باقی بذاری. چرا میخوای مانند مثل روباه از باقی مونده غذای شیر بخوری؟ بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. بگه تا اونجایی که میتونی از کار و تلاش خودت استفاده کن، تا اونقدر که میتونی از کار و تلاش خود استفاده کن، از زور بازوی خودت رو بخور. توانی یه به معنای میتوانی، مضارع اخباریه. بازو مجاز از کار و تلاش، بازو مجاز از کار و تلاش. به بازوی خیش حدیثی تلمین داره، به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میگه که سعیت بود در ترازوی خیش. پیامبر اکرم میفرماید بهترین چیزی که انسان میخورد آن است که از دسترنج خودش باشه، یعنی خودش تلاش کنه و بخوره. اینجا میتونیم بگیم که تلمین داره که سعیت بود در ترازوی خیش، کنایه از این که نتیجه کار و تلاشت به خودت برمیگرده. آیه 39 سوره نجم میگه که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست، پس به این نکته هم اشاره میکنه. بازو مجاز از کار و تلاش بود دخترها، بازو وسیله برای تلاش کردن. هر وقت وسیله یک پدیده جایگزین خود پدیده میشه بهش میگیم مجاز، یعنی بازو رو آورده. مجاز اینی که بازو وسیله یه برای اینکه من کار رو تلاش بکنم، دست داشته باشم، توانایی داشته باشم برم کار رو تلاش کنم، یه وسیله رو آورده. اما مجازن منظورش کار و تلاشه، یعنی میگه تا میتونی از دسترنج خودت بهره ببر، زیرا نتیجه کار و تلاش تو به خودت برمیگرده. بگیر ای جوان دست درویش پیر، نه خود را بیفکن که دستم بگیر. خیلی قشنگه بچه ها، میگه بگیر ای جوان دست درویش پیر، نه خود را بیفکن که دستم بگیر. میگه تو باید بیای ای جوان، تو باید بری به دیگران کمک کنی، نه اینکه تو هم خودت رو ناتوان جلوه بدی تا دیگران بیان به تو کمک کنن. بین پیر و جوان تضاد وجود داره. دست گرفتن کنایه از یاری و کمک کردن. خود را افکندن کنایه از اینکه خودت رو ناتوان و تنبل نشون بدی. اینجا این بیت با فعل شروع شده، پس تقدیم فعل جا به جای ارکان داریم. بگیر ای جوان دست درویش پیر، پس در معنی هم که گفتم ای جوان به پیران و نیازمندان کمک کن و به خودت تکیه کن و از یاری دیگران بی نیاز باش. خدا را برام بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. یه خداوند به اون بنده ای بخشش خودش رو، رحم خودش رو نشون میده که همه مردم از وجود اون بنده در آسایش هستن. بخشایش یعنی درگذشتن از جرم، گناه کسی رو عفو بخشش کردن. بین خدا و بنده و بخشایش و خلق مراعات نظیر وجود داره. خدا را برام بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است.
میگه بهترین مردم کسی است که به دیگران فایده برسونه. پس میتونیم بگیم تلمیح هم داره، چون به این نکته اشاره میکنه. خیر الناس من ینفع الناس، یعنی بهترین مردم کسی است که به دیگران منفعتی میرسونه. پروردگار کسی رو مورد بخشش خودش قرار میده که مردم از دستش در آسایش و آرامش باشن. کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست، که دون همتانند بی مغز و پوست. کرم به معنای بخشایش، بخشش، جوانمردی، سخاوت، بزرگواری. ورزد به معنای انجام میدهد، عادت خود میکند. مضارع اخباری هم هست. مغزی در اوست یعنی عاقل و خردمند است. دون همت یعنی کوتاه همت، دارای طبع پست و کوتاه. بی مغز و پوست به معنای بی مغز و تنها با پوست، یعنی مغز نداره، فقط پوسته، مثل پسته تو خالی که مغز نداره. کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست. سر مجاز از کل وجود انسان رو میاد میگه. یه بار میاد میگه دست مجاز از کل وجود انسانه، یه بار میاد میگه سر بازم مجاز از کل وجود انسانه. اگه دقت کرده باشی تو درس ستایش هم اینجا اشاره شده بود که بلند آن سر که او خواهد بلندش. سر مجاز از انسانه، یا مصرع بعدش که گفت نژندان دل که او خواهد نژندش. اینجا هم دل مجاز از انسان بود، یعنی یه تیکه ای رو میاره منظورش کلشه، یعنی دست رو میاره سر رو میاره منظور کل وجود انسانه. مغز مجاز از عقله، یه تیکه از درون عقل آورده، میگه مغز مجاز از عقل، دانش، آگاهیه. پوست مجاز از ظاهر، صورت. بین مغز و سر و پوست مراعات نظیر وجود داره دخترها. بین مغز و بی مغز تضاد وجود داره. بین پوست و مغز هم بازم میتونیم بگیم که تضاد وجود داره. بین پوست و پوست جناس وجود داره. میگه کرم مرزدان سر که مغزی در اوست. این که مغز توی سر باشه یعنی این طرف با فکر و اندیشه و عاقله، درسته؟ مغز اینجا ایهام تناسب داره، یکی به معنای درون میوه ها مثل پسته، گردو، بادوم که داخلش مغز وجود داره دیگه، درسته؟ یکی هم به معنای عقل و خرد که با واژه سر تناسب داره. پس یه دونه معنی مغز اینه که مغز حالا پسته و بادوم و این هاست. خب یکی هم به این معنیه که عقل و خرد که با واژه سر تناسب داره. سعدی توی مصرع دوم که میگه دون همتانند بی مغز و پوست، میاد میگه که آدم پست و بی همت مانند پوستیه که مغزی نداره. سعدی در مصرع دوم که میگه که دون همتانند بی مغز و پوست، میگه آدمی که پست باشه، همتی نداشته باشه، مثل یک پوستی میمونه که هیچ مغزی نداره داخلش. بی مغز آن که مغز ندارد، پوکه، پوچه، جفت پوچ. کنایه از این که بی عقله، بی خرده، بی تدبیره، بی شعوره، نادانه، سبکسره و از اینها. میگه که شاعر میگه کسی که عاقل و خردمنده
نسبت به دیگران کرم و جوانمردی داره، درسته؟ اما انسان‌های فرومایه و پست و نادان و بی‌مغز و بی‌عقل فقط به ظاهر توجه می‌کنن، فقط پوستی هستن بی‌مغز، یعنی ظاهرشون مثل انسان اما از درون تهی و خالی هستن. کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای. کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای. کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای. خلق به معنای مردم، انسان. واژه خلق تنها به مسلمانان اطلاق نمیشه، منظورش همه آدم های دنیاست. سرا منظورش هم دنیای هم آخرت، استعاره از دنیا و آخرت. کسی نیک بیند به معنای میبیند، مضارع اخباری. که نیکی رساند به معنای برساند، مضارع التزامی. پس می داشته باشه میشه مضارع اخباری، به علاوه فعل امر باشه میشه مضارع التزامی. در اصل رسان بود که میگیم برساند، برسان میشه مضارع التزامی. اینجا ببین بود که معنی میبیند، ببین میبیند، می اولش اومده به علاوه فعل امر اومده میشه مضارع اخباری. سرا که استعاره از دنیا و آخرته، تلمیح داره به حدیث از دنیا مزرعه الاخرت. مراعات نظیر بین خلق و خدا. میگه هر کس که میخواد در هر دو جهان فرجام نیکی داشته باشه، رستگار باشه، باید هم به مردم نیکی کنه. در نتیجه پس کسی که میخواد فرجام خوبی داشته باشه در دنیا و آخرت، باید به مردم خیلی نیکی و خیر و کمک برسونه، درسته؟ در نتیجه تلمیح به این آیه که هر کس ذره نیکی کند نتیجهش رو میگیره، آیه 7 سوره زلزله. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی هر کسی یک ذره رو به دیگران کمک کنه نتیجهش رو میبینه. در نتیجه کل این حکایت میاد میگه که به خودمون متکی باشیم و کار رو تلاش کنیم و بدون کار و تلاش به هیچ نتیجه ای نمیرسیم. کسی نزد خداوند فرد نیک و خوبیه که در دنیا و آخرت میاد به دیگران کمک میکنه. پس تو هم به دیگران کمک کن، کار رو تلاش کن تا خداوند به تو روزی تو رو برسونه. تا اگه کار رو تلاش نکنی خداوند بهت کمک نمیکنه. از تو حرکت، از خدا برکت. کل مجموعه این داستان و این شعر میخواست همین نکته رو به شما بگه. دخترای خوبم، در نتیجه منم از شما میخوام که برای آیندهتون برنامه ریزی داشته باشید، هر روز هدفاتون رو یادداشت کنید و این نکته رو در نظر بگیرید که چقدر برای هدفاتون میجنگید و تلاش میکنید. مطمئن باشید که کار و تلاش و زحمت شما هرگز بدون نتیجه نخواهد بود. هر چقدر شما تلاش کنید نتیجه تلاشتون رو میبینید. شاید میگید که فلانی خیلی موفق‌تر شده، مطمئن باش بیشتر تلاش کرده. پس شما هم خیلی تلاش کنید. امیدوارم که موفق باشید. هر سوالی داشتید میتونید تو گروه شبکه شاد مطرح کنید. من به همه سوالاتون پاسخ میدم. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.